فرش خودرنگ سنگسری محصولی است از ایل سنگسر که ویژگی‌های بسیار منحصر به فردی داره. در فرش‌های خودرنگ پشم گوسفندا چیده میشه و بعد از چیده شدن بر اساس رنگ بندی پشم‌ها سورت بندی میشه و اون رنگ بندی‌ها شروع میشه به ریسیدن با دست و تبدیل به نخ شدن و با اون نخ‌ها شروع به بافت فرش می‌کنن. فرشانی که آهنین هستش، رد شمار بسیار بالا و بسیار مستحکم با گره متقارن. فرش خودرنگ سنگسری یکی از بارزترین ویژگی‌هاش اینه که نقشه‌های شهری بافت داره و بر اساس متریال عشایری کار میشه. این به اون دلیل سبک زندگی سنگسری، 8 ماه زندگی شهری و 4 ماه زندگی عشایریه، به همین خاطر نقشه های شهری بافت میشه و از اونجایی که نقشه های خاصی نداشتن بر اساس نقشه های فرش های دیگر یا بر اساس ذهنی بافی خودشون بافته میشه و نقشه رو میگرفتن از روی پشت فرش، گل های قالی رو نگاه میکردن و بر اساس اون رنگ بندی خودشون رنگ خود رنگ می زدن و هرگاه در انگام رنگ زدن و قلاب زدن و گره زدن تغییراتی در طراحی شکل ایجاد می دادن و به خاطر همین هیچ کدوم از فرش های سنگسری جفتی مثل هم وجود نداره، همشون با هم فرق می کنه. ویژگی‌های مهم گوسفندهای سنگسری به خاطر اونه که در ارتفاعات هست و به خاطر هم الیافش بلنده. بعد ما تونستیم از پشم گوسفند به 33 قسمت این پشما رو جدا کنیم که نمونه هاشو اینجا شما می‌بینید. این پشم مادر بزرگم هم با دست خودش پشما می‌شست، نخ می‌کرد، بعد چلکشی میکردن با پشم، نه که با این نخا، با پشم چلکشی میکرد، بعد این پشم میگفت همین نقش. شاید چندین سال زیر پا باشه اصلا نشستشون میخواد، نه همیشه تمیزه این پشم. این نقوشش گفته میشه که از خود ایل سنگسر نیست و از مناطق دیگه گرفته شده، اما اگه به نقوش دقت کنیم میتونیم اینو به واضح ببینیم که هرچند که این نقوششون رو از مناطق دیگه گرفتن، اما دوباره با ابتکار و سلیقه و حس و حال خودشون اومدن و یه طرح جدیدی رو ابداع کردن، مانند این نمونه که این فرش حالت گلدانی هستش. نگاه میکنیم که این گنجشکا رو خود بافنده با ابتکار و سلیقه خودش آورده اضافه کرده در این مجموعه. این فرش ها منحصر به فرد هستن و افراد خاصی بعد این فرش ها رو میبافتن، افراد ثروتمند و خانهای منطقه بوده، یعنی افراد معمولی این فرش های 12 متره رو نمیبافتن، اکثرا کوچیک پارچه و حدود 3 متره و 6 متره بوده فرش هاشون، اما اینا رو برای ثروتمند ها میبافتن و اونا حتما یه نقشه های خاصی رو مد نظرشون بوده و تهیه میکردن اون نقشه ها رو و در اختیار بافندگان ماهر قرار میدادن با مواد و متریال بسیار عالی که اونا این فرش ها رو براشون ببافن. اما هرچند که این نقشه داشتن و فرش ها رو از روی نقشه میبافتن، اما هنرمند زن سنگسری حتما یه خلاقیتی توی فرش‌ها به خرج میداده و با تغییراتی در نقوشی که ایجاد میکرده اون فرش رو مختص منطقه خودش میکرده. اگه بخوایم برای نمونه مثال بزنیم، این فرشی که سمت این ور قسمت میبینین، تو اون محراب بالاش اگه بخوایم ببینیم دوباره یه تورنج کوچیکی قرار داره که اون به صورت همون نقشه‌ای که بوده بافته شده، و اگه بخوایم همین فرش رو که جفت هستش و در این قسمت کار مشخص میشه، همون محراب اگه بخوایم نگاه کنیم میبینیم که بافنده سنگسری با خلاقیت زیبا اون قسمت بالا رو حذف کرده و یک حالت کتیبه ایجاد کرده و داخل اون کتیبه نقوش شیر رو قرار داده. موسیقی
در این قسمت میرسیم به قدیمی ترین فرش سنگسر که تخمین زدن صاحب نظران حدود 200 سال قدمت داره. البته در مورد هنر باید گفته بشه هیچ وقت حکم به یقین داده نمیشه و احتمال داره در خونه های شخصی، مجموعه شخصی فرش هایی باشه که قدمتش بیشتر از این باشه، ولی صاحب نظرانی که تخمین زدن این فرش رو 200 ساله و اون فرشی که در دسترس بوده و این فرش رو همینجور که صاحب نظران قدمت زدن حدود 200 ساله طرح گلدانی داره و طرح قندیلی که بالاش هستش، اون قندیل هم که همون چلچراغ یا اون چراغ های قدیمی سنگسر یا چراغ های قدیمی کلن که قدیم استفاده میکردن رو نشون میده که همون روشنایی و نور القا کننده و الهام از روشنایی و نور گرفته شده و در فرش خودشون ازشون استفاده میکردن.